گورستان شرقی است. بنده با صدای ایرج و اینم برنامه های میدان و تای میدان. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرحال باشین. هموطن عزیزم، این بار ما سفر ما را قسمی که شما در برنامه قبل تماشا کردین از برگ متال از نقطه مرکزیش آغاز کردیم، از ساعت دیدنی دیدن کردیم و به شما دوستا هم بیان کردیم. آهسته آهسته گفتیم که میریم به طرف ولسوالی کامدش. دقیقا ساعت 4 صبح بود که ما سفر ما را آغاز کردیم به طرف ولسوالی زیبای کامدش و بعد از سپری نمودن 2 ساعت که فعلا فکر میکنم ساعت از 6:32 صبح است، ما رسیدیم به مندگل، یکی از مناطق بسیار زیبا و دیدنی ولسوالی کامدش. بعد از پل رستم اولین جایی که دیده هر بیننده، دیده هر گردشگر محو زیبایی های خودش میسازه امی منطقه مندگل است. سایه بسیار زیبا و دیدنی است، خانه های سر به فلک کشیده، کوه های بلند قامت دو طرف که بسیار مناظر زیبا و خیره کننده ساخته. و فعلا هم در امی بازار مندگل قرار داریم، بازار کوچک، بازاری که میتونه امو نیازهای هموطنای ما را رفع بسازه. دو طرف دکان های چوبی قرار داره که تا امی آخر بازار، البته این شروع امی بازار است و خیلی یک فضای خوشایند است. البته فعلا که آغاز صبح است، بجز صدای گنجشکا و صدای خروشان آب به گوش آدم چیز دیگه نمی آیه و همه جا سکوت است. دیگه آیست آیست ما این سفر ما را هم ادامه میتیم. البته تمام زیبایی های ولسوالی کامدش را تا جایی که امو مرز میان ولایت کنر و ولایت نورستان است به شما نازنین ها بیان میکنیم. میریم به یک آیک زیبایی هایش میپردازیم. امیدوار هستم که شما هم یک ساعت ما را همراهی بکنین. از این سفر ما هم خاطرهای بسیار خوبه در ذهنتان ماندگار و جاودانه بسازین. خب من هم زیاد صحبت نمی کنم، شما هم از این فضا لذت ببرین. واقعا که یک فضایی است که بیات ماندنی است، آدم میتونه با دیدن هر مناظر زیبایش لذت ببره، آرامش را کسب بکنه. دیگه قسمت های زیادی از بازار فعلا گفتیم بسته است، فقط امو دکان ها یا هم کافی شاپ ها یا هم رستوران های بسیار کوچک باز است. ما هم اگر شما مایل باشید میرم به یکی از امی کافی شاپ ها چای صبح میخوریم، تا او زمان دکان هم آیست آیسته باز میشه، باز میریم به سایر زیبایی های از این بازار هم میپردازیم. البته یک چیزی که توجه مرا زیاد به خودش جلب ساخت، مسجدی است که بالای امی رودخانه ساخته شده. میریم از قدامت از اون مسجد هم میپرسیم، به داخل مسجد سر میزنیم. مسجدی است که شما در پس زمینه ما میبینین. انشاءالله صحبت ها رو میداشته باشیم، شما هم با ما باشیم. بکنین دوستا این فضا خیلی یک فضای خوشایند است. البته برای من خیلی زیاد خوشایند معلوم میشه، امیدوار هستم که شما هم در تصویر همچون یک حس و حال داشته باشین. دیگه زیبا معلوم میشه، بعض دکان ها هم باز شده. تشکر تشکر. اتک هم بود، اتک فراموش ما نشده بود، ولی من گفتم که کم پسانتر بنوشیم. دیگه بعض دکان ها هم باز شده، دکان خیاطی بود، این هم یک کافی شاپ است، همون کافی شاپ های محلی و همه چیز با چوب است، همه چیز از چوب ساخته شده. و فکر میکنید که در یک جای قرار داری که به مشامت فقط بوی چوب ارچه میرسه و چیز دیگه نمیرسه، بسیار لذت بخش است. خب جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی باقی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. طعم خوب داره، اتک هم می نوشیم تا یک برنامه با انرژی، یک برنامه خوب و یک برنامه باحال را تقدیم شما خوبان بکنیم. بیا میریم دمی کافی شاپ، چون امی باز است، بعض قسمت های دیگه هم یکان لوحه شان معلوم میشه و چیز دیگه معلوم نمیشه. میریم امجا یک
چای فرمایش میتیم و از یکمک دیگه هم قصه میکنیم. دوست عزیز، ما هم آمدم در یک فضای را انتخاب کردم که شما هم بتانین همه زیبایی های نورستان را بیشتر ببینین. البته فعلا که ما در مندگل قرار داریم، از مندگل را بیشتر ببینین. دیگه تخم است، امو شیرچای است یا هم دودپتی هم برش میگن اینجا دوستا، پنیر است، حتک است، دیگه همه چیز است. فقط شما کم هستین که کنار ما میبینین و با هم یک جا صبحانه میخوردیم. تا از این زمانی که صبحانه آماده میشد، من چند لحظه با دوستا صحبت کردم اینجا در پایین و ازشان پرسیدم در رابطه با بعض موضوعات. اینجا گفتن بر ما که تمام موضوعاتی که اینجا حل و فصل میشه و موضوعاتی که میباشه در قریه یا هم در امی منطقه برمیخوره به مو شورا و شورا تصمیم میگیره. حالا اگر که یک کس، چون خانه های چوبی را شما اینجا زیاد میبینین همه جا، اگر کسی قصد میکنه که یک خانه آماده بسازه و با چوبش نیاز داره، باید بره به شورا اونجا مراجعه بکنه و بگه که من این خانه خودت میخوایم ترمیم بکنم یا هم جور بکنم، با چوب نیاز دارم، باز اجازه داره که بره چوب بیاره و به خانهش خانه خود آماده بسازه. خودسرانه کس اجازه نداره. امثال از او سایر موضوعات هم برمیخوره به می شوراها. البته تنها در مندگل نه، در برگمتال هم به می شکل بود و در سایر ولسوالی های نورستان هم به می شکل است و بعض ولایت های دیگه ما هم به می شکل ادامه داره. ما یک کمک چای هم بخورم که سرد نشه. خوب یک تخم مزدار است، تخم وطنی است، دیگه خوشمزه است. طبیعی دوستا زمانی که آدم عاشق ماجراجویی ها باشه، عاشق سفرهایی باشه که راههای پر از خطر، راههایی که صعب العبور است و راههایی که دشواری های زیادی داره پشت سر بگذرانه، سختی های بسیار زیادی هم در قبال داره. البته یک چیزی که مرا خیلی زیاد ناراحت ساخت در این سفرم این بود که دیدم هموطنهای ما در ولایت نورستان با چی مشکلات فراوانی، با چی چالش هایی که سر راهشان است باور بکنین مبارزه میکنن. شاید در یکی دو برنامه، سه برنامه این موضوعات همش خلاصه نشه، ولی ما تلاش میکنیم یک اندکی بتانیم انعکاس بتیم، اندکی بتانیم صدای از این هموطنهای ما را به گوش سایر هموطنهای ما برسانیم. آیستا آیستا انشاءالله میریم پایین، صحبت ها را میداشته باشیم. آفتاب هم کم کم بلند شده و فکر میکنم که دکان ها هم یکی پای هم دیگه باز میشن. اگر شما موافق باشین که ما هم چند لقمه دیگه غذا بخورم، باز بعدش بریم پایین و صحبت ها را تقدیم شما انجام بدم. ما چای خوردیم، بعدش هم با ختام الدین ریحان برادر عزیز ما که از ما پذیرایی کردن یک جا شدیم تا ای که همون تا چند قدم بزنیم در رابطه با بازار و هموطنهای ما هم صحبت داشته باشیم. ختام جان
چطور استفاده ساعت خوب است؟ هر کدام سلام کلامی داری برای هموطنای ما که همراه ما در خدمت است. سلام علیکم برادر محترم باسی جان، بخیر آمدین. بخیر باشی. نام ما ختام الحق است، یک تن از قریه مندگل مرکزی. خوب شد که آمدین اینجا، طرف های ما آمدین. تا اولی هیچ رسانه نامده بود اینجا، اول اول ما را پرسان نکده بود. خوب شد که بخیر آمدین، تشکر میکنم از شما، بخیر آمدین. هر بار بخیر. سلامت باشی ختام جان. فکر میکنم که ما خودم تو قدم زده بریم تونی سرک همه سرک عمومی از دوستا که هموطن های ما به طرف برگ مطال هم میرن از همی سرک رو برو مرور میکنن. اما تو قدم زده میریم یکان جای بر ما نشان هم بتی باز کم کم صحبت هم میکنن. درست است، درست است. هموطن عزیزم، ما فعلا گفتم که در بازار هستیم، اما چای یا صبحانه را خوردیم. دیگه برادر ما ختام الحق ریحانم در کنار ماست، یکی از جوانهای بسیار فعال منطقه مندگل که امروز هم یکم به صحبت ها را در رابطه با بازار داشته باشیم. نام خدا این بازارهای محلی ماست و این هم سرکی است که سرک اومیست که رفته به طرف برگ مطال و ازدهام و بیروبار در این سرک هم زیاد است. نام خدا فکر میکنم که اینجا هم نفوذ هم زیاد است. دیگه اگر کنم سلامی برای دوستای ما داری که امروی ما در خدمت است. سلام علیکم دوستای عزیز، تشکر باسی جان، بخیر آمدین. تا بال هیچ رسانه هم نامده بود، هیچ طبیعت ها را که میبینین از او قدر زیاد مشکلات هم داریم ما اینجا. میفهم. بخیر آمده باشین. سلامت باشین. جور خستین انشاءالله. قربانتان. وظیفه ما هم است که بیایم اول شما را بگیریم. ختام جان، ما خود همی بازار مندگل هستیم فکر میکنم. این مندگل به نورستانی چی یاد میکنن؟ مندگل در پشت زبان ها میگه مندگل، در زبان ما باز موماگرام میگه. موماگرام. ما پیشتر همیجا تا که چای آماده بکنن دوستا همیجا کسی که تخم پخته میکد اما در داخل ما آشپزخانه که بودیم امروش کم قصه کردم. بیا کم اکی طرف استاد شویم که موترم بره. دان. باش ما گفتم که سرک و میز دیگه سرک بند نسازیم باز خوب نمیشه. باز امروشم پرسان کردم گفت والا کرایه بسیار قیمت است. کرایه که گفت ما یک جنس از اینجا تا اینجا میاریم گفت به خاطر قیمت ها هم در بازار ها باز بسیار بلند است. بله صاحب، باز جان میفهمین راه خراب است، هر جای سیل برآمدگی از یک چیز دیگه خام است. به خاطر اگر قیر شود خودم مشکل نیست. سیل این زمینداری است، کم کم زمین خود داره، مردم زندگی خود میگذرانند. اما زندگی را سپری میکنن. بله صاحب. و این طرح ای داخل می دره یا هم همی منطقه که ما قرار داریم دوستا دو طرف کوههای بلند است و زمین های حاصلخیز یا هم زمین های زراعتی هم وطنای ما در این ساعت بسیار کم است. بله صاحب. در کدام قسمت هست همی زمین هایی که مردم کشت و زراعت میکنن؟ بله صاحب، باسد جان این همینجا خودتان میبینین در این زیر آواری کدام زمین زیاد هم نداریم ما. دقیقا سر کوه است، دورتر از یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت را مردم میره پیاده. او طرف ها باز زمین های حاصل داریم ما. خب امی بالای کوه ها دیگه. کوه است باز، شاید میبینین اونجا بالا را سیل کنین گندم کش کده او طرف ها. خب مشکل آب هم است، نه آب هم مشکلات آب هم دارم. اونجا باز للمی است دیگه. للمی هم اکثر این طرف ها للمی است، باز این طرف که از آبی هم است. خب مشکل این طرف للمی است باز. ولی متاسفانه دوستا که تا فعلا دمی قسمت هم توجه نشده، ما دریا داریم، آب بسیار فراوان داریم ماشاءالله، اما قسمی که یاد کردیم آبایی است که همون تو میرن و ازشان استفاده صورت نمیگیره. اگر نه اگر اینا پایپ کشی شوه و بره به می ساعتی که دو سا کشت زراعت میکنن از آبش استفاده بکنن، خوبی طبیعی است که روی حاصلات بسیار نقش داره و حاصلات هم بهتر میسازه، اما دیگه اما حاصلات مزدش هم زیادتر میباشه. بلیست. ولی فعلا زمانی که خشک باشه و آب هم نتونن دوستا از انتقال بتن اونجا، بعض دوستا با مواشی مرکب اینا آب انتقال میتن به بسیار فاصله دور، باز دوباره با دست خود میگیرن میبرن به زمینایشان یا هم به مو درختایی که در مو مسیر قرار داره اونا رو آبیاری میکنن که کار بسیار زیاد سخت است دیگه. ختام جان، ما که صبح آمدیم، اول صبح بود تا از مسیر عبور کردیم، توجه ما را می مسجدم برای خود جلب کرد. اگر خودت هم موافق باشی که یک بار بریم به مسجد، اگر بتونیم امروز یک کسی هم آشنا شویم در رابطه با تاریخچه از این مسجد و ای که نام خدا یک مساحت بسیار کلان داره، فضای بسیار فراخ داره، روی از این موضوعات هم صحبت بکنیم. خیر باشید بس جان، بیاین بریم طرف مسجد ببینیم خودتان داخل مسجد چه رقمی امار شده. خب چه رقمی جور کرده مردم بالا خود جور کرده. بیاین بریم طرف مسجد ببینیم ان شاء الله. بخیر دوستا، شما هم ما را همراهی بکنید. بخیر. Thank you.
بله. رایحان جان، این پلای چوبی قرار داره، این توسط مردم جور شده یا دولت جور کرده؟ باسی جان، این پلا را چوبی است، مردم های قریه خودشان جور کرده بخاطر مشکلات. عبور اون طرف قریه است، اون طرف هم قریه است. بسیار خوب. اینجا یک پل دیگه هم است، آینه است، او را موسسات جور کرده. خوب، بسیار خوب. اینجا هم جمع جوش دوستا و هموطن های ما است. نام خدا مسجد هم بزرگ است. چند را داره این مسجد؟ باسی جان، 4-5 طرف را داره. خوب، خوب. مسجد کلان است، نه؟ ما بین قریه هم مسجد. شما از کدام رایش بریم؟ بریم این امیر رای نزدیک. امیر را بریم؟ نزدیک تر بریم. خوب است. بیا باسی جان. هموطن عزیزم، سپاس فراوان از اینکه با ما بودین و ما را تا ایدم همراهی کردین. ما فعلا در مسجد جامع مرکزی مندگل قرار داریم، مسجدی که زمانی که به این مسجد وارد شویم امی سازه هایی که بر روی از این مسجد کار شده و همچنان نقش و نگاری که بر روی چوب حک شده هر بیننده را وامی داره تا این زیبایی ها را بارها و بارها ببینه و ازش لذت ببره. خوشبختانه مولوی صاحب عبدالحق حدیدی یکی از شخصیت های فرهنگی هم در کنار ما هستند تا صحبت ها را در رابطه با این مسجد جامع هم داشته باشیم. حدیدی صاحب، اگر کدام سلامی هم دارین کمرای ما در خدمتتان است. طول و نمخ که خوزه در تولوز دیر شکر گذاریم چې داسې یو پسمنده یو پاتې ولسوالي او بیا زموږ کلي طرف ته تاسې رالیږلی یاست او بیا ښاغلي باسط ایرج صاحب ته ډیر ډیر تشکر ادا کوم. تاسې ستاسې راتګ څخه یو جهان مننه چې زموږ وطن ته راغلاست او زموږ د مشکلاتو څخه خپل نور وطنوالانو ته خبر رسوی او موږ ډیر شکر گزار یو ستاسې راتګ څخه. بزرګوره سین حدیث صاحب، سلامت باشین. حدیث صاحب، چند سال میشه که این مسجد ساخته شده؟ دا جماعت چې کوم دی یو مرکزی جماعت دی، دا تقریبا دیرش کال کیږي. دیرش کال مخکې دی جماعت جوړ شو، دې نه مخکې یو ساده جماعت و. نو دا جماعت چې کوم دی یو مرکزی تاریخ هم لري. دې جماعت جوړولو کې زموږ بزرګانو او مشرانو ډېر هلې ځلې او منډې ترنډې او ډېر ستړیا لیدلې دي. او دې جماعت جوړولو کې بیا دا لرګی چې کوم دی، دا تاسې وینئ چې ټول د لرګو سره جوړ دی. دا لرګی راوړلو کې درته یو بره یو لرې ځای کې یو کلی دی، هغه ځای نه موږ لرګي راوړو. دا لرګي راوړلو وخت کې دلته یو موږ یو قسم شهید لاس ورکړی دی، هغه نوم تقریبا جلیل نومیږي. او دا لرګی راوړلو په وخت کې هغه سړی د جماعت جوړولو په اړه شهید شوی دی هغه. نو دا ډېره یو قدامت تاریخي منظر هم لري او داسې یو تاریخي حیثیت هم لري چې یو قسم موږ شهید لرو دې جماعت جوړولو کې. خداوند درویشان شاد داشته باشه. آمین. که در راه خداوند و در راه اعمار از این مسجد جان خود از دست دادن، به شک بهشت برین جایشان باشه. آمین. البته چیزی که هر بیننده را ما به خودش میسازه همین کندنکاری و ظرافتکاری است که روی ستونهای از این مسجد، همچنان روی محراب مسجد و همچنان سقف مسجد که واقعا یک سقف بی‌نظیر داره، یعنی در نفس خودش عالی‌ترین کار روی ازی صورت گرفته. این کار نجارای خود می منطقه بوده؟ بله، دی جماعت جوړولو کې کم نجارکاری چې تاسې دلته وینئ، دا ستونونو جوړول شو، داسې دا بره دا چت ډیزاین شو، دا جماعتونو مختلف د محراب او داسې د منبر او دا ټول ډیزاین او د دې جوړولو کې موږ خپل کلي نجاران دي دلته او رقابت په شکل یو شی بل جوړ کړی دی، بل جوړ کړی دی، هر چا خپل برخه دلته یې چقدر یک کار خوب که یک رقابت بسیار سالم. مسجد خیلی بزرگ است و چیزی هم که مقابل ما قرار داره بخاری از مسجد است که شما هم دوستا به تصویر میبینین. یک بخاری است که فکر میکنم که در حدود نیم خروار چوب شاید همزمان در یک وقت گنجایش داشته باشه. این بخاری هم ساخته شده در اینجا یا از دیگه جای آورده شده؟ نه، این بخاری از جلال آباد، ساخت جلال آباد است. خب، چون فرمایش همین جاست دیگه. بله، فرمایش از مردم خودمان است، چون در زمستان هوا زیاد یخ می باشه، مسجد ما هم کلان است. بله بله. گرم شدن کمک تکلیف بود، بخاطر یک بخاری کلان جور کردیم که چوب از دیگه از میدان قدای نمیتوری میندازیم دیگه، سوخته میره. آها، هیچ ضرورت به میدان کردن چوب هم نیست دیگه. هر چقدر کنده بزرگ هم باشه مستقیم در بخاری انداخته میشه و فضا را گرم می‌سازه. و یک چیز دیگه که این مسجد فکر می‌کنم در بالای دریا اعمار شده، همین قسم است؟ بله بله. بله. بس این ستونش به دریا وصل است، چه قسم است پایین؟ لاندې خو داسې بعض ځینې سیمنټونی سیمنټي سیستم جوړ کړی دی او هغه جوړ کړی دی لاندې
چکم بنیاد چې موږ جوړاو هغه سیستم دی او هغه طرف ته چکم دی بیا ستونونه هم شته هغه په ستونونو باندې درول دي دنه چکم دی مزکه دا هواره هغه د پاس څه تاسې چتونه هغه جوړ کړی دی سیستم خب بسیار خوب بازم بسیار زیاد تشکر میکنم عدید صاحب رسیدیم ما به پایان از این بخش و ما هم یک سفر طولانی را پشت سر داریم باید بریم از این زیبایی های ولسوالی کامدیش دیدار داشته باشیم اگر شما هم کدام حرف کلام پیامتان هم باقی مانده کمرای ما در خدمتتان هستید خب دلتا تاسی پخپل نظارت کردی و دلی دلتا سی دا سرک چکم بزعیت دی داد منل و بار نده باید کم از کم که حکومت نور نشی کوله نو موږ مؤسساتو نم گزارش کوو WFP World Food Organization نا پروگرام او دارنګ نور چې کم مؤسسات دی نړیوال دیونه او حکومت نه دا گزارش کوو چې کم از کم دا د کلی د تقریبا 15 د 2 3 متر یا 4 یا 15 متر که حد اقل 15 متر دا کلی سرک چې کم دی دا د سیمټی شي غیر شي زکه چې د تګ راتخ وقې د دکاندارانو او راهګزر خلکو لباسونه او دارنګ نور د ګرد غبار د وجنه ډیر مشکلات سره خلک مخامخ دي دی جانب ته کچر ته توجه شنو مونږ به ډیر مشکور یو دویم مشکل دا دی چې همدا مطلب دلته چې کم مخابراتي شرکت لخوا کم پایا چې دلته نصب شوی دی دا سم کار نه کوي دا د شپې لخوا چې کوم دی د دیو کار کله کله پری دی کله یو ساعت توقف کی کله دو ساعت توقف کی او د دې د پاسه بیا د انټرنیټ مشکلات موږ ډیر زیات لرو ځل دلته ځکه چې سیاحتي سیلانیان دلته خلک راځي مختلف د ارګانونو نه خلک دلته راځي او غوی ضرورت لري چې د حکومت سره مرکز سره وصل شي یو بل سره په ارتباط کې اوسي نو دې لپاره دا یو غټ ستونزه ده چې باید د شبکه چې کوم دی د سیم پایا شبکه دا نورم قوی کول غواړي او ورسره ورسره 3G انټرنیټ هم کفعال شنو د خلکو مشکلات او ستونزې به رفعه شي او یو قسم ته اسانتیا او سهولت را مخته راشي دقیقا حدیث صاحب این موضوعی است که ما چند بار دیگه هم در برنامه ها یادآوری کردیم بخیر آرزو داریم که همه مشکلات شبکه های اجتماعی و همچنان انترنت رفع شوه چون یک نیاز ضروری تمام هموطن های ما حتی در دورترین روستاها و قصبات و دره هایی که زندگی میکنن باید دسترسی کامل به انترنت داشته باشن و استفاده خوب و استفاده اساسی داشته باشن دیگه بخیر آرزو میکنیم که این مشکلات هم رفع شوه سلامت باشین ریحان جان از خودتان بسیار زیاد تشکر از اینکه همراهی ما کردی تا این قسمت آمدیم شما هم دوستای عزیز ما را همراهی بکنین سفر ما های میدان تای میدان به طرف ولسوالی کامدیش ادامه داره زیبایی ها را ببینیم و از دیار عزیز ما هم لذت ببریم تشکر میکنم از شما دوستای عزیز که تا فعلا بینده برنامه های میدان تای میدان هستیم ما مسیر زیادی را پشت سر گذاشتیم بخصوص زمانی که خواستیم بیایم به طرف قریه کامدیش جایی که چند قریه در این منطقه قرار گرفته و البته چیزی که توجه آدم جلب میکنه از نقطه پایین که به این قریه نگاه میکنی چون سطحش بسیار زیاد بلند است البته من دقیق نمیدانم که چقدر از سطح بحر ارتفاع داره ولی ما تقریبا یک ساعت همو کوتلا را یا هم گولایا را پشت سر گذاشتیم تا ای که به این نقطه زیبا رسیدیم جایی که زمانی که به این منطقه بیاین باور بکنین که زیباییش شما را وامی داره که بارها سفر به نورستان بکنین بارها بیاین به کامدیش و از این مناظر زیبا و دلکش مناظری که دید هر بیننده را خیره می سازه و وامی دارش که بارها دیدار از جا داشته باشه بیایه ببینه و لذت ببره خوشبختانه که مولای صاحب عاشق الله هم در کنار ما هستن تا صحبت ها را داشته باشیم خب مولای صاحب ما هم زیاد گپ نزنم شما خوب هستین صحتتان خوب است کدام سلام دارین برای هموطنان ما که همراه ما در خدمتتان است ټول تاسو راغلی میلمنو ته او لیدونکو منوالو ټولو ته سلامونه وایم او هر کله راشه داسو کلی دی
او تاسو پراتک باندې مونږ ډیر خوشحالي ګو او بیاړو بخیر سلامات بشه تاسو راتک مونږ د پره د خوشحالي سبب وګرځي بسیار زړه تشکر میکنم سلامات بشین مولوی صاحب مولوی صاحب از موقعیت ولسوالی کامدیش برمو بگین در چهار اطرافش کدام ولسوالی ها قرار داره با کجا سرحد داره زمون کامدیش ولسوالی لوی ولسوالی پنوم باندې د نورستان د نور ولسوالیو پر تله دا یو لوی ولسوالی پنوم باندې یادیږي دا ډېر پخوانه ولسوالی ده مخکې نور علاقداری او دا کامدیش ډېر پخوانه ولسوالی ده دا ولسوالی د ننګل د دې اول سرحد د ننګل زمون کونړ ناړې ولسوالی سره لګي هغه کلی ده هغه شروع سرحد هغه ده اخر کې بیا دیوانه بابا سره دغه دی پپړو کلی سره خاطر پول درستم سره ختميږي تشکر الله او د پپلو او پول درستم سره ختميږي دا د برګمټال ولسوالی سره وصل ده او دې طرف ته موږ د پاکستان سره باډر لرو پاکستان سره او د سي نشنګل او پارون سره زموږ اخیری سرحد ده سي بسیار خوب از اینجا باس گفتین که امرای کشور پاکستان هم یک خط فرضی است دوستا پاکستان هم آزاد رفت آمد کرده میتونن از مو قسمت ها یا خیر نه نه اوس خو رفت آمد نکیږي ځکه لارې ټول بند دي هلته سي مخردار واله شوی دي او ناممکن دي چې څوک هلته لاړ شي راشي دا امکان نشته بسیار خوب بفرمایئ یک کمکه حلق و گلول مو هم تازه کنیم چون یک ذره هوا هم گرم است جا داره که تشکر بکنم اصحاب برنامه ما هم انرژی اتک انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید انرژی اتک مشت پرقدرت طعم خوب داره بفرمایید شما مولای صاحب بیشتر از کوشلو زیاد کردیم گفته میشه که گذشته ها طی سالهای بسیار زیاد یک نزاع یا هم یک دعوای بین مردم کامدیش ما و امی قریق ما قرار داریم و همچنان کوشلوز بوده این مسئله از چی قرار بوده میشه مولوی صاحب شما کم بر ما بگوین دا تقریبا نن شپږ اشکال مخکی زمون و کوشلوز ورونو ترمنز د ولې پسر او صد حدودات پسر باندې لنجره مسته شوی او د شخړه نو هغه تقریبا شپږ شکاله پورې هغه مهاجر د وطن نه تلی او څوک ننګرهار کې څوک کونړ کې څوک پاکستان یو بل ځای کې هغه ژوند کوو لله الحمد د امارت اسلامي راتګ سره د نوې واکمنۍ راتګ سره او د نورستان والي او د هلې ځلې سره دا یو صلح رامنځته شو او هغې سره اوس هغه هم هلته ژوند کوي او موږ هم هلته زور ازو کوشتو سه هغه مزه دلته زی راځي وس هغه وجنه او هغه یو بل ته د ټوپک ډزی هغه الحمدلله اوس نشته اوس هغه په هلته ابدان کې مصروف دی خپل کلی چونکه کلی ټول لمنځه تلو نو او سر نه اوس بیا ته هغه ابدان روان دی او دلته زمونږ خلک ژوند کې شکر دی اوس بسیار خوب حالا دوباره کسایی که مهاجر بودن به قریه های دور کلشان هم د کوشتوز هم د کامدیش دوباره جابجای شدن او تقریبا هغه هم ټول راغلي زمونږ دلته ځای په ځای شو زمونږ دلته څه مهاجرین هغه په خپل بازي کورونه سوي دي لا تر اوسه جوړ نه دي نو دا هغه هم داسې خلک داسې دي چې ډېر مشکل سره دي ټول په خیمو کې دلته هم تاسو لرې لرې خیمې نه دلته هم دا بینوز کلی ټول ازبین تلی دی جمجوز کلی او په بیټ دا اسرا دا ټول ساحې ازبین تلی دلته هم حالا دیگه کم کم کار میکنن و مو خانه های خود دوباره آباد میسازن البته بعضی از هموطنان ما که دوباره آمدن به می قریه خودشان یا هم به می محلی که تولد شدن زادگاهشان از جایی که زندگی میکنن فعلا بسیار احساس و خوشحالی دارن از اینکه بین دو طرف امین نزاعی که طی سالیان سال ادامه داشت و باعث شد که جوانای زیادی جان خود از دست دادن دوباره امین نزاع برطرف شده و بعضشان در مو خیمه های خود به سر میبرن تا اینکه بتونن خانه های خود به خیر آباد بکنن یک چیزی که برای ما بسیار جالب بود البته در رابطه با می ساخت و ساز و همچنان معماری خانه هایی که اینجا جور میکنن مولوی صاحب یک کمک خودتان بگو برای ما در رابطه به می فرهنگ خانه سازی که از مزد نجارای ما چه قسم است اینجا زمونږ دا دلته چې کوم آبادی کیږي دا د نور کلی ساس دلته یو ښه آبادی یو ښه کارونه دلته کیږي الحمدلله زمونږ نجاران هم ډیر او ښه خلک دی او ډیر تجربه کار او پدې او دغه کې د تعمیراتو کې ډیر ماهر خلک دي زمون او هغه لکه غواګانې صاحب سره د بیزو صاحب سره بیا مونږ غلطو نجران ته پیسې ورکو لکه یو کوټه په سر لکه یو غوا ورکول کیږي هغه چې جوړ کی او دغه د کیړکو د دروازو د غو جدا زمونږ د بیزو صاحب دلته
خوب دیزه بیزو حساب سره بیا ورکول کی بسیار خوب از چیزای کوچک البته کلکینو دروازه و اینا چون چوبشم شما میارین نه چوبشم شما میارین و از کلکین دروازه و اینا امو مزدش بز است و از اتاقای کلان یا هم امو چند اتاق یک جور میکنن بازار کمامش یک گاو است و چه قسم که بیشتر مالایسو بیشتر وضاحت دادن اینجا هم باز چوبا که دوستا میارن یا شما که میارین از طریق شورا بر شما گفته میشه که از کدام ساحت از کدام جنگلات قطع شود کدام درخت ها قطع شود یا خیر خودسرانه است وسه پور خودسرانه و چون که د امارت اسلامی یا مونته یو طرز عمل مونته لګل دی چې په دې طرز عمل باندې تاسو به کار کوي چون که دغه طرف نه یو مدیر د زراعت او مدیر د لرګو چې کوم ماهر هغه به راځي او مونته وای چې دا لرګي تاسو کټ کړئ دا زړه ونه دا تاسو پرې کړئ او کوم چې ولیدل د سی پزمکه پرته ونه هغه تاسو مات کړئ نو داغه په هدایت باندې چلیږي اوس فعلا مونږ اوس په خپل سره دومره دغه نه لرو چې ځنګل مات کړل ته خب بسیار خوب خوب است به می شکل باشه چون خودسرانه نباشه که هموطنای ما خودسرانه برن قطع بکنن چون این جنگلات از ارزش بسیار زیاد برخوردار است البته در طبیعت وطن ما در زیبایی های وطن ما در ای که چقدر گردشگرا سالانه میتونن بیان از این مناظر زیبا دیدار داشته باشن بخیر سلامت باشین بفرمایید خب دوستای عزیز من قدم زده میرم به پایین و این زیبایی ها رو از دست نمیتم چند عکس یادگارم در دفترچه خاطرات خود میگنجانم و شما هم ببینین لذت ببرین کیف بکنین و سفر ما هم ادامه داره آیست آیست میریم چند مسیر دیگر هم میبینیم گفته میشه که یک باغی است که سردار محمد ظاهرشاه اونجا میامد و دم لحظاتش را سپری میکرد میریم از باغ هم دیدار میداشته باشیم شما هم ما را همراهی بکنیم دوستا وقتی که میگیم راه خراب است راه خراب است از این سرک ها همیشه وقت در برنامه یاد نکنیم به می راه اشاره میکنیم به همچو راه اشاره میکنیم این یک کنده چوب هم است یا کنده درخت بگویم اینجا است که سیل آورده بشینیم اینجا چند لحظه صحبت بکنیم دیگه راه به می شکل است دوستا البته در بیشتر مسیرها که ما میریم در بیشتر ولسوالی های دوردست که میریم همچو راه است که هر روز هموطنهای ما با دیدن از این راه ناراحت هم میشن و کارشان هم با اصطلاح هم بگویم لنگ میشه اگر قرار باشه در یک مسیر یا یک ولسوالی به 2 ساعت برسن با وجود از این راه ها به مدت 4 ساعت 5 ساعت حتی اضافه تر از او اینمتو سفر میداشته باشن تا ای که به مقصد خود برسن و فعلا هم یک چیز که آدم ناراحت میسازه این موترها است که دوستا چون اقتصادشان هم خوب نیست با او خاطر در یک موتر تعداد زیاد از هموطنان ما میشینه و این راه خراب گرد و خاک یک است که این شاهدش هستین دیگه در وجود ما هم بسیار زیاد است و از این آیا هم هموطنان ما دوچار مشکل است دیگه امیدوار هستم آرزو از این را داریم که روز شود دوباره به می مسیر دوباره به می راه ما بیاییم با دوستای ما بیاییم با شما هموطنان ما بیاییم که راه هم جور شده البته این مسیری است فکر میکنم که سیل آمده شاید پارسال یا هم سال پیش است پیشتر از او سیل آمده باشه و راه را خراب کرده ولی هیچ توجه صورت نگرفته امسال از او باز راه های دیگه هم کس یا با کمک مردمی یا هم پروژه هایی که بوده روش کار کرده خب مشکل زیاد داره و اما همیشه وقت هموطنهای ما از این ناحیه یا از این مشکل بسیار زیاد رنج میبره آرزو داریم که بخیر این مشکل هم رفع شود ما هم به طرف قریه نکمو روان هستیم جایی که پیشتر هم با شما گفتیم که امو باقی است که ظاهرشاه می آمد و اینجا امو لحظات خود سپری می کرد ما هم گفتیم یک بار بریم به او باغ و از زیبایی های باغ نکمو هم دیدن بکنیم شما هم ما را همراهی بکنین آیست آیست میریم موترم
برگ گرفته که بریم بخیر. بالاخره ما هم رسیدیم دوستا به باغ شاهی در قریه کمو، یکی از باغهای خیلی زیبا، یادگار آخرین شاه افغانستان ظاهرشاه. و ظاهرشاه هم که شما میدانین ما در بیشتر ولایات یا هم ولسوالی‌های زیبا که رفتیم یادگارش بوده و یک محل یا هم یک باغ به نامش است که تا فعلا هم از اوجه دوستا استفاده میکنن و بعض وقتا به تفریح میرن و میاین. و فعلا هم خوشبختانه برادر ما پیر محمد در کنار ماست، دمی باغ بودن، ایجاد فلکام بازی میکردن، گفتم یک چند لحظه همراه ما هم صحبت بکنه درباره امی باغ. پیر محمد جان چطور هستی؟ جور هستی انشالله؟ خیلی شکر، دست خیلی ملگرن دوالان خیلی تشکر، خیر را لای برگم اطال نه سلامت باشی. والا آمدیم یک ذره امی دوستا گفتن را خراب است، خورا هم خراب است دیگه، آنم تو های میدان تای میدان تا باغ شاهی آمدیم. خب از این بر ما بگو که این باغ میگن چقدر قدامت دارد، چی دوره ساخته شد؟ البته خود ظاهرشاه 40 سال زمام امور را بر دست داشت، در کدام سالایی ساخته شد؟ دا بیا کالکی گی چی دا جور شده پیمزو تا خونه دید زرشا بابا دلتا براتل چکر دا پارا او اخکارون را بیکول او در اگه چی دیزگینه تله ده در طول شرب به جار پاتی شده خو دا باخ بسار او روستا بیا افغانه دوال را گلی واغو دا بابا باغون هغه ونې چې و یادګاران ونې هغه ټول چپه کړي دي. کلشه چپه کړه؟ او کل ټول چپه کړي دي، هغه خالي دا غوزان پاتې دي، هغه د یادګار نه دغه شی پاتې دی، دا نختر پاتې دي. خو خو امی درختای یادګاریش مونده دیگه چیزا چپه شده، درختای دیگه چی بود؟ مڼې وی او نور پسې لاوکټې وی او نور دا خخ میوی وی څو قسمه ته قسمه مڼې وی دلته غټي غټي مڼې. خو اگر ټول د افغانې ډول رااله چپې کړه څور چپا کدنی درختاره اغه رااله چپې کړه نور واړو واړو بوټي نال کړه ا بوټي ونه رسید بیا دا پیارټي والا رااله پیارټي والا بیا ټول چپا کړه بیا دا باغ هغه خلام راک شوې ده او بعد دا باغ موږ د پاره جوړ شي موږ واړو چې دا باغ خلا برابر شي د زمون کلی اخکولا ده. بشک واقعا که یکی از زیبایی های قریه کمو امی باغ شاهی است. باز پسان یو اتاقایی که در پایین قرار داری یا پسان جور شد؟ دا روز تا جور کلی ده افغانان ماسی جور کلی دی او دا چی ده ده دقا چی ده پیارتی جور کلی دی. خواه خواه بسیار خواه ده افغانان خو خکار کرده و خود پیارتی سو دقای اونه که او را میمانیم باس هموطنهای ما میدانند که کی خوب کار کرده کی بد کار کرده. ولی اینجا یک قسمت های از این باغ و امی تعمیرش کس باقی مانده که چند اتاقش گفتن دیگه بعض قسمت ها هم تازه ساخته شده. فعلا از این باغ چی استفاده میشه؟ اوس مدرسه در فیل حال نوارد سبقونه وی مکتب وی سر نه مکتب وی بیان غرمین و روست مدرسه وی. بشک بشک چقدر استفاده خوبم فعلا از اینجا صورت میگیرد دوستا. اگر از این دید برش فکر بکنیم که طفلای نازنین ما، اطفال ما که از درس دور هستن از امی قریه میان اینجا هم مکتب میخوانن و هم مدرسه است که درسای دینی را فرا میگیرن که بسیار خوب است. باز استادایشان از خود امی قریه است؟ نه استادان خود ساره دی یا در مردش دی یا دری در ساره دی. خب اگر از این دلتا دیرکی گی اغول درسونه ورکی وڑولا او اخوا دیخوا منطقونه وارد رازی دلتا درسونه وی. بشک بشک بسیار خوب. دیگه که علق گل ما رو تازه کنیم که اینجا هوا هم یک ذره گرم است نه. جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک، انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیم بودن. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. بفرمایید منوشین شما. پیر محمد جان
مساحت از باغ چقدر است؟ چند جریب است؟ شپک جریب بایی شپک جریب خب شش جریب است. فعلا هم ما که میبینم در اینجا خب نام خدا هر قسم میوه است، انار است، سیب است، زردالو است که وقتش تمام شده. در قسمت های پایین که ما یک گردش کردیم درخت های توت بود و سایر درخت ها زیاد بود. از میوه ازی فعلا کی استفاده میکنه؟ ای به خود مردم قریه است چی است؟ چه قسم است؟ نه دلتا ده مدرسه والا چال اجاره باندی ورکڑی دا دازمکا آقا کری دا غزان خواقه چندی نور نارم آقا که خالی دا توتان و دا کلی وارد راجی خوری دلتا ده داغا مکتبونو داغا مدرسه والا چه دیو بو داغا چاره چلان ده داوس. خو خو بسیار خوب. بخاطر از اینکه اطفال درس میتن بازی میوه و چیزا را بر از اینا میتن. والا بشک این هم کار خوب است، هم ثواب هم خرماک و اونا هم از جای دوردست میان. خب طبیعی است که یک پول نیاز دارن به خاطر نفقه فامیلشان و همو مسافرتشان، همین حاصلات میگیرن و به فروش میرسانن. خیر ببینی، زنده باشی پیر محمد جان، بخیر باشی، بفرما. خب دوستان عزیز، ما همی سفر ما را دیدین که از برگ متال به طرف ولسوالی کامدش آغاز کردیم و از زیبایی ها و مناظر خیره کننده در ولسوالی کامدش هم دیدار کردیم و قریجات دوردست به دره ها و به زیبایی های رفتیم که فکر نمی کردین در افغانستان وجود داره. ما سر زدیم، جویای آل و احوال هموطنهای ما شدیم، در رابطه با فرهنگ ما، رسم و رواج ما و عنعنات ما بیشتر پرسیدیم. امیدوار هستم که شما هم معلومات کسب کرده باشین و از این سفر ما هم خاطرهای بسیار خوبه در ذهنتان ماندگار ساخته باشین. دیگه آیسته آیسته آفتاب هم کم کم غروب میکنه و ما هم آیسته آیسته نزدیک میشیم به پایان برنامه و پایان سفر ما در نورستان شرقی. البته این سلسله برنامه ما به سه کاتگوری تقسیم کردیم که چون راه ها از سه مسیر بود، ما خواستیم که از سه مسیر وارد نورستان شویم و زیبایی ها و دیدنی های ولایت زیبای نورستان را به شما هیزا بیان بکنیم. البته سفر اول ما به مرکزی بود، به پارون رفتیم. سفر بعدی ما به نورستان غربی بود که از مو جهیل زیبا دیدار کردیم و این هم سفر سومی ما بود به نورستان که آمدیم از تمام قسمت های نورستان دیدار کردیم تا شما هم وطن های عزیزم در رابطه با تمام ولسوالی های نورستان، قریجات، قصبات و روستاهایش معلومات کامل و معلومات خوب کسب کرده باشین. برنامه های ما را بیننده باشین، ما تلاش میکنیم تا بهترین زیبایی های دیار عزیز ما را به شما نازنین ها بیان بکنیم. امیدوار هستم که شما هم لذت ببرین، اگرچه کنار ما نیستین ولی با دیدن امی مناظر، با دیدن تاریخ باشکوه ما و همچنان فرهنگ و عنعنات غنی ما لذت ببرین و بیشتر آگاهی هم کسب بکنین. خب سفر ما هم به پایان رسید. تا برنامه بعد، تا های میدان و تای میدان دیگر، همه ایتان به خداوند یکتا و به همتا می سپارم. یشستن افغانستان، تل دوی افغانستان، تا دیدار بعد، خدا نگهدار.